حالا آقای رئیس‌دانو، با توجه به اینکه کارگران در ایران مانند سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی امکان تشکل‌یابی واقعی و فعالیت صنفی ندارند، فکر می‌کنید مطالبات کارگران در ایران از چه راه‌های قابل پیگیریه؟ من گمان میکنم همان چیزی که مانع براش تراشیده میشه اتفاقا چاره در همانه. اتفاقا کارگران مانند سایر گروه ها چون امکان تشکل ندارن، بعد ببینن چرا امکان تشکل ندارن. پس تشکل یه نیرویی از اونها میسازه، نیرویی که از همه مهمتر استدلال نفس و عمل به اونها میده. الان بعدشون نمیاد دولت ها بگن نمیدونم چندر خواست یکی به تو کمک کرده، اونم که از اسرائیل پول میگرفته، اون یکی هم که نمیدونم از اون خانه آزادی نمیدونم آمریکایی‌ها اینا بودن و اینطور استقلال اینها رو به خطر بندازه. اما استقلال جنبش کارگری و تشکل‌های کارگری، کارگران که به صورت نیاز به کمک‌های ویژه فردی ندارن، وقتی این تشکل شکل بگیره خودش صندوق اعتصاب و بلد درست کنه. اینجا اصلا سرزمین پول و فرش و نمیدونم قدیما تریاک بود و حالا کلاشینکوف و این سرزمین اینا ریخته توش، کسی احتیاجی به اون صحبت و به اون وابستگی نداره. بنابراین اتفاقا یکی از کارهایی که در واقع پلیس سیاسی میکنه اینه که تشکل شما رو جوری ببره که شما بری وابسته بشی، به خصوص به این سازمان هایی که خودشون رو احزاب کارگری و کمونیستی و چپ و اینا میدونن و ساواک زدن و پر مامورینن اون تو خطاشون میدونن ایمیلا رو ردیابی میکنن و از این طریق به دام بندازن. بنابراین تعقل، تفکر، خرد، اندیشه و اراده سیاسی طبقه خودشون شکل فهمیدن و روشنفکران و فعالان کارگری هم فهمیدن که اتفاقا حول همون چیزیست که دارن ازش بازداشته میشن. ابتکار عمل در اونجا شکل میگیره. اینطور هم نیست که تشکل ها شکل نگرفته باشه. پس افتاپه چیه؟ پس ماه شهر چیه؟ پس پتروشیمی بندر چیه؟ بندر امام و جاهای دیگه و لاستیک سازی اینا خود رو پیروزی محشر از کجا میاد؟ خب بالاخره در اینجا هم بیشتر الان دوره دانشکده هاست، دوره مکتب هاست، دوره تجربه آموزی است، تا در حال شدنه نه در حال بودن. و به نظر من اون که داره اتفاق میفته وظیفه خاصی رو برای ما ایجاد میکنه. ما وظیفمون این نیست که خودمون رو جای طبقه بنشونیم یا داخل اونها بشیم براشون فرمول بندی های دستورالعمل بیمارستان و پزشک و اینا صادر بکنیم. ما باید در واقع در روزگاری که وحشت میبارد بگوییم راه کدام است، چاه کدام است، شجاعانه صحبت اون رو بکنیم و به دیگران هم فرصت صحبت بدیم. خیلی چیزا خیلی توهم‌ها زدوده شده نسبت به این سازمان‌های خارجی، چه آمریکایی، چه اونایی که از اسرائیل پول می‌گرفتن، چه وابستگانی که خودشون رو نماینده نمی‌دونم رادیکالیسم میگه. ما رادیکال‌ترین نیروی جهانی هستیم که کسی از خودش میشینه از این تعریف‌ها می‌کنه معلومه کیه دیگه. اینا شناخته میشه، وقتی اینها شناخته بشه اون وقت می‌دونن که خانه بر روی شن نباید درست بکنن و بعد خود این میشه راه تشکل. طبیعی است که این تشکل‌ها با تشکل‌های دهه 20 که مثلا در شورای متحد کارگری شکل می‌گرفت یا تشکل‌های دهه 40 که یک کمی تظاهر پیدا کرد یا جنبش‌های دهه 40 و 50 یا تشکل‌هایی که بعد از انقلاب شکل گرفت تمام متفاوته. فقط از تجربه‌های اونها و تجربه‌های جهانی که این خیلی مهمه استفاده می‌کنه، اما به سمت یک ابتکار عمل‌هایی میره که غافلگیر می‌کنه خیلی‌ها رو. خواهیم دید. آقای رئیس‌دانا، از فرصتی که در اختیار گذاشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. شبتون خوش.